اگر می خواهید در زندگی موفق باشید و این 30 روز گوش دهید و به تلاش هایتان بیفزایید. این روزها در نتیجه تجربیات بسیاری به وجود آمده اند و سعی شده است که حقیقت ها و واقعیت ها در این روزها برجسته شوند. همراهان گرامی، برای همکاری و همراهی با من لطفاً کانال استار میدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را فعال سازید. همچنان لایک، کامنت و همرسانی کنید. سلام و سلامتی بر شما همراهان خوبم. خوشحالم که یکی دیگر از برنامه های استار میدیا را برای شما تقدیم میکنم. 30 روز موفقیت. روز اول، وقتی تصمیم به انجام کاری میگیری از خود نپرس من چی میخواهم، بلکه بپرس چه کاری به نفع همه است. اگر به فکر منافع دیگران باشی، دیگران در کنارت کار میکنند و کمکت خواهند کرد تا موفق شوی. روز دوم، هنگام تصمیم گیری ابتدا نباید بپرسی از این کار چه نفع و عاید خواهد شد. پرسش درست این است که چی کار به نفع همه است. خانه زمان مستحکم خواهد شد که همه دیوارهایش استوار باشند. روز سوم، عقاید را با حقایق اشتباه نکن. حقیقت مانند دانه بادام است و عقاید پوسته آن دانه بادام هستند. اگر به دنبال حقیقت هر چیزی هستی، باید پوسته را بکنی تا خود دانه را ببینی. روز چهارم، تمرین کن تا از درون شاد باشی. اجازه نده دیگران برای شاد کردن تو تصمیم بگیرند. خودت رئیس شادی سازی درونت باش. روز پنجم، ذهنت را هم مانند ابر سفید که در آسمان است آزاد کنید. تلاش کن، اما نتایج کار را واگذار تا با هم کار بیایند. برای ابر چی فرق میکند باد از کدام سو بوزد؟ چرا وقتت را برای چیزی که در کنترل تو نیست تلف میکنی؟ روز ششم، از کارهایی که ناچار انجام دهید لذت ببر. نخ زدن تنهات را خسته میکند و نمیگذارد کار را درست انجام دهی. اما اگر با موفقیت مانند یک دوست رفتار کنید، در همه جا به دنبالت خواهد بود. روز هفتم، سعی کن کارهایت را از صمیم قلب انجام دهی، نه به صرف این که ناچار انجام دهی. باید به کارهایت ایمان داشته باشی. یک جریان آب ضعیف تنها نیمی از باغچه را آبیاری می کند. روز هشتم، وقتی کار به مشکل می خورد، نه دیگران را سرزنش کن و نه خود را. انسان وقت شنا یاد می گیرد که از فرو رفتن در آب نترسد. روز نهم، برای موفقیت در هر کار باید ابتدا تصویر واضحی از نقشه کار داشته باشی. آنگاه همانطور که در باد شدید نخ بادپران را محکم نگه می‌داری، باید هدفت را هم به همان محکمی نگه داری. روز دهم، اگر طرح در عمل مشکل تر از آن شد که فکر می‌کردی، دل سرد نشو. همه چیز در این دنیا همین طور است، خصوصا اگر ارزشمند باشد. لاجرم خود حبابی بیش نبود، زیبا
اما میان خالی. رازی 11. مشکلات ما را قوی و به سمت پیروزی های بزرگتر هدایت می کنند. کوهنوردی آسان نیست، اما منظره ای که از قله کوه دیده می شود بسیار زیباست. روز 12. اراده ات را قوی کن، خود را وادار به انجام کارهایی کن که برایت مشکل اند. سپس آنها را با جدیت انجام بده. بعد از مدت خواهی دید که اراده ات هم مانند گرز فولاد سخت و درخشان شده است. روز 13. با انرژی کامل روی کارهایت تمرکز کن. شیشه های رنگی فروشگاه هنگام عبور نور از آنها بسیار زیبا و درخشان می شوند. کارهایت را هم اگر با انرژی انجام دهی شفاف و زیبا خواهند شد. روز 14. هنگامی که قصد انجام کاری را داری از خود نپرس دیگران آن را چگونه و با چی روش انجام داده اند، بلکه بپرس چگونه میتوانم آن را درست و به بهترین وجه ممکن انجام دهم. این را بدان که همواره حقیقتی تازه در انتظار کشف شدن است. بدون احساس وجود این حقایق کریستوف کولومب هرگز به آمریکا نمی رسید و گراهام بل تلفن را اختراع نمی کرد. روز 15. هر کاری را با جان و دل انجام بده. اگر شعاع انرژیت را مانند ذره‌بینی که نور خورشید را متمرکز میکند روی موانع تمرکز دهی، هر مانعی که سر راحت باشد خواهند ساخت. روز 16. امروز را آغاز تازه بدان. چرا به چیزهایی که دیروز اتفاق افتاد یا انجام شده فکر میکنید؟ زندگی جریان آبی است که مدام به سمت آینده در جریان است. هیچ قطره ای از آن دوباره از زیر یک پل رد نمی شود. کار را با روش تازه انجام بده، بهتر از همیشه. روز 17. نگذار افکار و ذهنیاتت به صورت عادت درآیند. سعی کن هرگز در جان نزنی. هر روز از زاویه تازه به کارها نگاه کن. زندگی یک صحنه پر از ماجراست. به اطرافت نگاه کن. نشانه های زیبایی وجود دارند که به کشفیات تازه اشاره می کنند. روز 18. مهمترین چیز احساسی است که نسبت به کارت داری. وجود رنگ های تیره در یک تابلوی نقاشی نشانه افسردگی نقاش آن تابلو است. رنگ های روشن حاکی از وجود روشنایی و انرژی در زندگی نقاش آن تابلو است. هر کاری را با شادی انجام بده تا دیگران را هم شاد کنید. روز 19. زندگی مثل یک تاب است که هم میتواند سرگرم کننده باشد و هم چالش برانگیز باشد. اگر هر بار که تاب میخوری احساس شگفتی کنی، لذت تاب خوردن را احساس خواهی کرد. در زندگی هم هر بار که کاری را انجام میدهی از انجام آن شگفتی احساس کن. روز 20. حرف حق را بپذیرید و کاری به گوینده آن نداشته باشید. مثلا اگر بوی دود را احساس میکنی و توتیت فریاد بزند که خانه ات آتش گرفت، آیا به مهمانهایت خواهی گفت این توتی نمیفهمد چی میگوید؟ روز 21. همه چیز را همان طور که هست بپذیرید. خواستن تنها چیز را تغییر نمیدهد. خواستن باد را از وزیدن باز نمیدارد و برف را به آب نبات تبدیل نمیکند. اگر می خواهید چیزها رو بهتر از خودشان تبدیل کنید، با آنها همون گونه که هستن مواجه شوید.
روز 22 قبل از انجام هر کار مهم، اول ببین چی احساسی نسبت به انجام آن کار داری. آیا آن کار را مهم میدانی؟ آیا واقعی به نظرت میرسد؟ آیا به دیگران کمک میکند؟ روز 23 هنگام غلیان احساسات هیچ تصمیم مهمی نگیر. در این صورت اشتباه خواهی کرد. اول درونت را آرام کن. ذهن مانند یک دریاچه است. هنگام غلیان احساس دریاچه مواج است. دریاچه هنگام نور را منعکس می کند که آرام باشد. روز 24 هنگام مواجه شدن با مشکل یادت باشد که حتما راه حل وجود دارد. زیرا هر چیز با جفتش به وجود می آید. بعد از هر سقوط، صعودی و بعد از هر شب روزی وجود دارد. ذهنت را روی راه حل ها متمرکز کن. برای بیرون آمدن از یک اتاق باید در را پیدا کنی، نه اینکه به دیوارها فکر کنی. روز 25 همواره از نعمتهایی که زندگی به تو بخشیده است شاد باش و به خاطر آنچه که نداری گله‌مند نباش. ساختمان با سنگهایی ساخته می شود که در دست رسند، نه با سنگهای حیات خانه دیگران. روز 26 سعی کن مثل ماشین خرابی که خاموش نمی شود دائما در حال عذرخواهی نباشی. با این کار توجه دیگران را به اشتباهاتت جلب خواهی کرد. تلاش کن که بهترین را انجام دهی. آنگاه لبخند بزن و حرکت کن. تنها خداوند کامل است. روز 27 هر کار خیری که در این دنیا انجام دهی بیش از هر کس به خودت کمک خواهد کرد و تو قدرت، انرژی و درک بیشتر خواهد بخشید. اگر خودت نقاشی کنی دیگران از تماشای آن لذت خواهند برد، ضمن آن که در حین کار تجربه‌ات هم در نقاشی بیشتر شده است. روز 28 برای عمل کردن از درونت فرمان بگیر. برای تفکر از درونت راهنمایی بجو. زیرا درک و آگاهی را باید دریافت کنی و نمیتوانی خودت خلق کنی. زمین هنگامی گرم می شود که به سمت خورشید متمایل باشد. روز 29 هر چیز که راست و درست باشد به نفع تو و دیگران خواهد بود. خداوند بهتر از هر کس می داند که چی چیزی به تو شادی واقعی می بخشد. آیا یک گیاه می فهمد که باد آن را تخلیه می کند یا باران ملال آور باعث رشد گلهای زیبا می شود؟ روز 30 هرگز مغرور نشو، زیرا غرور میکروب کشنده است. غرور به تدریج عقل را زائل می کند و باعث می شود که هیچ کاری را به درستی انجام ندهی. این بود 30 روز مهم که خدمت شما همراهان گرامی تقدیم گردید. از همراهی و همکاری شما همراهان گرامی سپاس گذارم. شاد و بهروز باشید.